سلام محصلین عزیز، درس سوم مایکولوژی طبی ما در مورد ساختمان حجره فنگسی و طرز تکثرشان می باشد. خب اگر به یاد شما مانده باشد، در کل ما فنگس ها را به دو گروه تقسیم کردیم، یکی فنگس های میکروسکوپیک و یکی فنگس های مکروسکوپیک. فنگس های میکروسکوپیک شامل ییست و مولد می شدند و فنگس های مکروسکوپیک شامل سمارق ها که از جمله میتونیم از سمارق های خوراکی نام ببریم، بوبال ها، اینا شامل سمارق های مکروسکوپیک میشدن. که سمارق های مکروسکوپیک زیادتر اهمیتشان در بخش تغذیه میباشه، ولی سمارق ها یا فنگس های مایکروسکوپیک که شامل ییست و مولد میشن، اینا اهمیتشان زیاد در بخش مایکولوژی طبی میباشه. خب ما شما در بخش مایکولوژی طبی فنگس های طبی را به دو گروه تقسیم میکنیم، یکی ییست که اینا فنگس های یک حجروی و حجرات از اینا به شکل غیر رشتوی میباشه، مثل که شما در تصویر میبینین، اینا حجرات خمیرمایوی هستن و ساختمانشان به شکل مدور یا بیضوی میباشن، در حالی که گروه دوم فنگس های مایکروسکوپیک پوپنک ها تشکیل میده. که پوپنک ها چندین حجروی، فنگس های چندین حجروی هستن و اینا به شکل رشتوی می باشن. و ایره هم ما و شما اگر به یادتان مانده باشه از درس قبلی گفتیم که حجرات پوپنکی را که به شکل رشتوی می باشن، ممکن اینا به شکل سپتیت یا به شکل نان سپتیت باشه، و این رشته ها را گفتیم به نام هیف هم یاد میکنه، که شما در این تصویر اگر مشاهده بکنین این بند های موجود در یک رشته از بنان، این قسمت اینا رشته سپتیت است و اینا رشته نان سپتیت هستند. خب در کل اگر ما یک حجره فنگسی را، چی حجره خمیرمایوی باشه چی حجره پوپنکی باشه، یا بگیم چی حجرات غیر رشتوی باشه چی حجرات رشتوی باشه، اینا را از لحاظ ساختمان و اعضای متشکلی آن مورد مطالعه قرار بدیم، اولین قسمت یا اولین لایه که از طرف بیرون در حجره فنگسی قرار داره و عبارت از دیوار حجروی می باشه، و این دیوار حجروی یک لایه سخت است که حجره فنگسی را احاطه بکنه. البته در اکثریت حجرات، تقریبا در تمام حجرات میشه بگویم که لایه بیرونی از اینا را دیوار حجرویشان تشکیل میده. یگانه استثنایی که در فنگس ها وجود داره او کریپتوکوکس است که در اوجه خارجتر از دیوار حجرویشان یک لایه دیگه که به نام کپسول یاد میشه وجود داره. خب خود این دیوار حجروی فنگس ها اهمیتشان در حجره فنگسی یکی است که اینا را شکل میده و از طرف دیگه در مقابل فشارهای محیطی، مثلا فشار اسموتیک، در حد اینا رو چی میکنه؟ مقاومت میباشه. از لحاظ ترکیب اساسی ترین ترکیب دیوار حجروی فنگس ها را شیتین یا کیتین تشکیل میده که یک ترکیب قندی است که از این استایل گلوکوزامین ساخته شده، و همراه شیتین یا کیتین فایبرهای گلوکان وجود داره که فایبرهای گلوکان ترکیب گلوکوزیک است، البته در بین از اینا باندهایشان به شکل بیتا 1-3 و بیتا 1-6 می باشه. دیگه در ترکیب دیوار حجروی فنگس ها منان ها وجود داره یا مانوپروتین ها وجود داره. خب یک تعداد از فنگس ها وجود داره که در ترکیب دیوار حجرویشان میلانین هم وجود داره که اینا رو به نام دمتیش اسفنجی یاد میکنم. خب این خود ساختمان دیوار حجروی فنگس هاست. شما وقتی در تصویر ببینین، در سلاید یا در سکرینتون ببینین، این قسمت غشای سایتوپلازمیک است، یعنی داخلتر از دیوار حجروی غشای سایتوپلازمیک قرار داره، و به تعقیب غشای سایتوپلازمیک یا لایه بیرونی که دیوار است، ببینین این قسمت از اینا را شیتین یا کیتین تشکیل میده. این فایبرهای گلوکان است که به شکل بتا 1-3 و بتا 1-6 بان بین یونت های گلوکوز رابطه موجود است، و این حلقات سرخ رنگی را که میبینین اینا مانوپروتین ها یا همون منان ها میباشن. خب نقش دیوار حجروی برای فنگس و برای وجود ما چیست؟ اول خب گفتیم در حجره فنگسی دیوار حجروی برای یک حجره فنگسی شکل میده، منانی که اینا به شکل خمیرمایوی دیده میشن یا به شکل رشتوی دیده میشن، اینا از برکت امی خود دیوار حجرویشان است یا امی لایه سخته که
به نام دیوار حجروی یاد میشه عظیمه باشه. و گذشته از او برای حجرات فنگسی اینا یک اندازه مقاومت میبخشند تا استرس ها یا فشار های بیرونی که از اثر مواد کیمیایی یا فشار اسموتیک به وجود میاد، اینا در مقابل ازی فشارها حجره فنگسی را محافظت میکنن و مقاومت میبخشند. ولی علاوه به این، در کیس فنگس های مرضی یک نقش عمده از این فنگس ها، البته دیوار در این فنگس ها، در اتصالشان به حجرات میزبان است. در تمام عوامل انتونی اولین و عمدترین فاکتور به خاطر ایجاد قدرت بر تولید مرض در ارگانیسم است که اونا قدرت اتصال به حجرات میزبان داشته باشند. تا زمانی که یک مایکروارگانیسم نتونه به وجود ما یا به عمو میزبانشان اتصال بکنن، اونا اصلا نمیتونن تولید مرض بکنن. بنابراین ترکیبات موجود در دیوار حجروی فنگس، مثلا مانوپروتین ها یا گلوکون، اینا رو قدرت میده تا اینا چی بکنن؟ خود به حجرات میزبان وصل بکنن و دوج خود کالونایزه بکنن. بعد از این میتونن که اینا تولید مرض بکنن. خب نقش با وجود ما چی است یا اهمیتش برای ما چی است؟ سیستم مافیاتی ما و شما همی ترکیبات موجود در دیوار حجرات فنگسی را شناسایی کرده میتونه و علیه از او عکس العمل میده. مثلا در ترکیب دیوار حجره فنگس ها گلوکانی که وجود داره یا مونوپروتین هایی که وجود داره، اینا توسط سیستم مافیاتی خوب با آسانی شناسایی میشه و علیه از حجرات دفاعی و تولید انتیبادی فعال میشن و تولید صورت میگیره. خب علاوه به این، یک تعداد از فنگس ها را گفتیم که اینا ممکن در ترکیب دیوار حجرویشان ملانین هم وجود داشته باشند. تحقیقات نشان داده که فنگس هایی که در ترکیب دیوار حجرویشان ملانین هست، نسبت به اونو فنگس هایی که در ترکیب دیوار حجرویشان ملانین ندارن، در مقابل شعاع یووی و در مقابل رادیکال های آزاد اکسیژندار مقاومت بیشتر دارن. به تعقیب دیوار حجروی لایه غشای سایتوپلازمیک یا سل ممبران قرار داره و غشای سایتوپلازمیک موجود در حجرات فنگسی مانند سایر حجرات دیگه از فاسفولیپید ساخته شده، یعنی اینا هم غشای سایتوپلازمیکشان به شکل فاسفولیپید بایلیار می باشه، یعنی دو لایه فاسفولیپیدیک هست که غشای سایتوپلازمیک از اینا را تشکیل میده. خب در حجرات فنگسی یک نوع استرول وجود داره که به نام ارگسترول یاد میشه و این ترکیب اساسی در حجره فنگسی میباشه. البته نظر به این که ارگسترول تنها در حجرات فنگسی وجود داره، در غشای سایتوپلازمیکشان یک محل خوب به خاطر تداوی از اینا هست، یعنی دواهای زیاد ضد فنگسی وجود داره که همین ترکیب هدف قرار میده. چرا؟ چون ارگسترول در حجرات انسانی وجود نداره، بنان ما شما میتونیم که این قسمت خوب به خاطر تداوی فنگس ها هدف قرار بدیم و علیه ازی دوا ساخته شود و برای تداوی از اینا استفاده شود. خب نقش غشای سایتوپلازمیک برای حجره فنگسی چی است؟ مثل سایر حجرات دیگه، یکی از اهمیت عمده غشای سایتوپلازمیک و عبارت از قابلیت نفوذی انتخابی است، یعنی غشای سایتوپلازمیک است که مولکول های را که سایزشان کوچک باشه یا مولکول های منحل در شحم، اینا را، یک تعداد از مولکول ها را اجازه بدن که به داخل حجره بیاید و یک تعداد مولکول ها از داخل حجره به خارج حجره چه بکنن؟ انتقال پیدا بکنن. بنان یکی از اهمیتشان در قابلیت نفوذی انتخابی است. دوم نقششان در ریزورپشن است. ریزورپشن یعنی افراز یک تعداد مواد به طرف بیرون جهت منحل کردن امو سبستریت یا مواد غذایی و گرفتن از اونها دوباره از طریق غشای سایتوپلازمیک صورت میگیره. سوم در قسمت اطراح نقش داره، واضح است که یک تعداد مولکول های اضافی که به داخل حجرات فنگسی تشکل میکنه، اینا هم از طریق غشای سایتوپلازمیک چی میشن؟ اطراح میشن. و همچنان در افراز یک سلسله از انزایم ها اینا نقش دارن، واضح است که
قبلا هم گفته شد که حجرات فنگسی مولکول ها را در محیط بیرون از عضویت خود اول منحل می سازه و اونا را به شکل مولکول های کوچک و به شکل منحل تبدیل میکنه و بعدا اونا را چی میکنن؟ انتقال میتن به داخل حجره. بنابراین به خاطر از اینکه اینا حل شون به مولکول های کوچک تجزیه شون نیاز به انزایم هاست که توسط قشای سایتوپلازمیک به محیط بیرونی چی میشن؟ افراز میشن. خب دیگه سایتوپلازم، به داخل غشای سایتوپلازمیک در حجره فنگسی سایتوپلازم قرار داره و چون گفتیم که فنگس ها حجرات یوکاریوتیک هستند، بنان به داخل از این سایتوپلازم هم ارگانیل هایی که در حجرات یوکاریوتیک می باشه وجود داره. مثلا شما اگر در سکرین ببینید اینجا اندوپلازمیک رتیکولوم نشان داده، بنان چون حجرات یوکاریوتیک هستن اینا در داخل سایتوپلازم از اینا اندوپلازمیک رتیکولوم وجود داره، دیگه میتوکاندریا وجود داره، گلجی بادی وجود داره، باز ویزیکل ها وجود داره، حتی خود هسته به داخل میش سایتوپلازم قرار داره. گذشته از این ارگانیل ها در حجرات فنگسی مو اسکلت حجوی نیز وجود داره، یعنی مایکروتیوبول ها و مایکروفیلمنت هم در ساختمان از این حجرات وجود داره که مو اکتین و تیوبولین است، اینا هم در داخل سایتوپلازم از اینا قرار داره و به این حجرات اسکلتشان همین مولکول ها تشکیل میده. دیگه هسته است. قسمی که پیشتر گفته شد چون فنگس ها حجرات یوکاریوتیک هستن بنان یک هسته مشخص دارن، یعنی همون کروموزوم هایشان به داخل یک غشای مشخص به نام غشای هستوی قرار داره که این مشخصه اینا را از حجرات پروکاریوتیک از باکتری ها هم میتونه که مجزا بسازه. علاوه به اینکه سایز از اینا بزرگتر است نسبت به باکتری ها، میتونیم که یک نکته دیگه تفکیکی بین حجرات فنگسی و حجرات پروکاریوتی یا باکتری ها همی ساختمان هسته رو بگیم که در فنگس ها هستشان توسط غشای سایتوپلازمیک مشخص میشن. خب حالا میایم سر تکثر فنگس ها. فنگس ها میتونه به صورت جنسی و به صورت غیر جنسی تکثر بکنه، یعنی البته حتمی نیست که باید تمام فنگس ها تکثر جنسی داشته باشن، اما تکثر غیر جنسی در تمام فنگس ها وجود داره. خب به اساس امی تکثرشان فنگس ها به دو گروه تقسیم بشه، یکی فنگس های پرفکت یا فنگس های کامل و دومش ان پرفکت یا فنگس های ناقص. فنگس های کامل فنگس های هستن که اینا قدرت تکثر جنسی و غیر جنسی را دارن، اما فنگس های امپرفکت یا فنگس های ناقص فنگس های هستن که تنها میتونن تکثر غیر جنسی داشته باشن ولی تکثر جنسی در اینا وجود نداره. البته همین مرحله تکثر جنسی به نام تلومورف یاد میشه و مرحله تکثر غیر جنسی به نام انامورف یاد میکنن. یک چیز باید فراموش نکنیم که محصول تکثر غیر جنسی مانند حجرات تولید کننده از اونا است، یعنی حجرات دختری مانند حجرات مادری می باشن. یا به اصطلاح دیگه بگویم که در اثر تکثر غیر جنسی حجره که به وجود می آید کاملا مشابه به اون حجره می باشه که از او به وجود آمده، در حالی که در تکثر جنسی حجره به وجود آمده متفاوت از حجرات می باشن که از او به وجود آمده. بنابراین تکثر جنسی در به وجود آوردن استرین های جدید یا نوع جدید فنگسی می تانه نقش زیاد داشته باشه. خب اول میم در مورد تکثر غیر جنسی فنگس ها گپ می زنیم. خب تکثر غیر جنسی فنگس ها می تانه به سه شکل صورت بگیره، یکی از طریق میتوزیس که ما شما میفهمیم که در عمل میتوزیس یک حجره مادری به دو حجره دختری تبدیل میشه، در اینجا هم حجره فنگسی بزرگ میشه، بعدا به قسمت وسطی از اینا یک سپتوم یا یک جدار تولید میشه و یک حجره مادری به دو حجره دختری تبدیل میکنه. خب بدنگ چی از جوان زدن؟ البته جوان زدن اینجا هم عمل میتوزیس همراه با ایجاد جوانه صورت میگیره و سوم تکثر غیر جنسی توسط سپورهای غیر جنسی یا کنیدیاها می باشه. خب البته تشکل سپور ای هم از طریق میتوزیس به وجود میاد. تشکل سپورهای غیر جنسی هم از طریق عمل میتوزیس به وجود میاد. به مو خاطر است که سپورهای غیر جنسی را ما شما به نام کنیدیاها و به نام میتوسپور یاد میکنیم، چون از طریق میتوزیس به وجود میاد بنابراین به نام میتوسپور یاد میشه. خب مثالای از این سپورها
آرتروسپور یا آرتروکونیدیاس، بلاستوسپور یا بلاستوکونیدیا، کلامایدوسپور یا کلامایدوکونیدیا، فیالوکونیدیا یا کونیدیوسپور و اسپورانجیوسپور می باشه. خب دیگه اسپورهای جنسی است. اسپورهای جنسی شامل اسکوسپور، بازیدیوسپور و زیگوسپور می باشه. خب واضح است که وقتی ما میگیم جنسی در اینجا آمیزش به وجود میاد، یعنی دو حجره فنگسی با هم یک جا میشن و بالاخره باعث ایجاد اسپور میشن. بنان اینا رو ما اسپورهای جنسی یاد میکنیم که آل هر یک از این اسپورها رو دانه به دانه انشاءالله که توضیح میدیم. خب اسپور چیست؟ اول بهتر است که خود اسپور رو بشناسیم. اسپورها ذرات بیولوژیک هستند که ممکن اینا به صورت جنسی و یا غیر جنسی تولید شوند و هدف عمده از تولید از اینا عبارت از تکثر می باشد. یعنی اینا به منظور تکثیر از اینا تولید میشه، ولی نظر به این که اینا مقاومت بیشتر دارن نسبت به حجرات نباتیشان میتونه در انتشار از اینا هم نقش عمده را داشته باشن. خب کونیدیاها یا اسپورهای غیر جنسی که بیشتر هم گفته شد، اینا اسپورهای غیر جنسی یا میتوسپور هستند که ممکن توسط حجرات نباتی خمیرمایوی و یا پوپنک ها و یا هم ممکن توسط حجرات مشخص تولید کننده اسپور غیر جنسی یا کنیدیا که به نام فیالید یاد میشه تولید شود. خب شما در این تصویر هم ببینین، اینا حجرات فیالید هستند و این اشکال مدوره که شما میبینین اینا اسپورهای هستند که از همین حجرات فیالید یا حجره مشخص تولید کننده کنیدیا تولید شده. کنیدیا ها میتونن به شکل ساده و یا به شکل یک حجروی یا یک سپوری و مثل که شما در این تصویر میبینین و یا هم ممکن به شکل مغلق یا به شکل مرکب باشه که در خود چندین سپور را چی بکنن؟ حمل بکنن. اکثرا اینی سپورهای ساده به نام مایکرو کنیدیا یاد میشه و سایز از اینا در حدود 4 میکرون می باشه، در حالی که ماکرو کنیدی ها سایزشان بزرگ می باشه و تقریبا در حدود 80 میکرون هم می تانن که سایز از اینا برسن. خب عالمین سر اسپورهای غیر جنسی و یکا یک اینا را مورد بحث قرار بدیم. اولین اسپور غیر جنسی را آرتروکنیدیا یا آرتروسپور تشکیل می ده. اینا ساده ترین اسپورهای غیر جنسی استن که توسط فنگس ها تولید میشه. چرا برش ساده گفتم؟ به دلیل از این که این اسپورها از جدا شدن بندها با وجود میاد، یعنی وقتی یک رشته فنگسی بندش جدا میشه، هر حجره یا هر بند جدا شده باعث به وجود آمدن یک اسپور جدید میشه که این اسپور دوباره جوانه میزنه و باعث تشکیل یک رشته جدید میشه. بنابراین آرتروکنیدی ها یا آرتروسپورها اسپورهایی هستند که از اثر جدا شدن بندها با وجود میاد. مثالش یک فنگس هست به نام جیوتریکوم کندیدوم که اینا در عمو می باشن و رشته های بندار را تولید میکنن، در اثر حرکات استداری عمو باعث آزاد شدن یا جدا شدن بندها میشه که خود جدا شدن بندها باعث به وجود آمدن اسپورهای به نام آرتروسپور یا آرتروکنیدیا میشه. خب دیگه بلاستوکنیدیا یا بلاستوسپور است. بلاستوکنیدیا ها اینا اسپورهای کوچک هستند که به شکل جوانه زدن به وجود میاد و معمولا اینا بالای رشته های کاذب تشکیل میشه، مثل که شما در تصویر میبینید اینا بلاستوسپور یا جوانه ها هستند. بنان اسپورهایی که به شکل جوانه زدن تشکل میکنه اینا رو ما به نام بلاستوسپور یا بلاستوکنیدیا یاد میکنیم. دیگه کلامایدوسپور یا کلامایدوکنیدیا میباشه. این اسپورها به شکل مدور میباشن و دارای یک جدار زخیم هستند که اکثرا توسط حجرات موجود در هیف، توسط حجرات نهایی و یا هم حجرات بین البینی موجود در هیف یا رشته تشکل میکنن. باز هم میگم نظر به ای که ای اسپورها ساختمان مدور و یک جدار زخیم هستند و از طرف دیگه مواد ذخیروی بیشتر در خود حمل میکنن، بنان اینا از مقاومت خاص برخوردار هستند و میتونن دوام بیشتر داشته باشن و انتشار از اینا هم میتونه که زیادتر صورت بگیره. خب دیگه اسپورانجیوسپور. اسپورانجیوسپور اسپورهای هستند که توسط رشته مایسلیمی به وجود نمیان، بلکه
اینا توسط رشته های مشخصی که مثل که شما در تصویر میبینین، اینا توسط رشته های مشخصی به نام اسپرانجیوفور حمل میشوند. ببینین چه گفتم، اینا توسط رشته های مایسلیمی، رشته مایسلیمی توسط اینا به وجود نمیه، بلکه اسپورها توسط رشته مشخص حمل کننده به نام اسپرانجیوفور تشکل میشه. کی اسپورها به داخل یک ساختمان خریطه مانند به نام اسپرانجیوم چی میباشن؟ جمع‌بندی شده میباشن یا به داخل از او قرار می داشته باشن. بنابراین اسپرانجیوسپورها اسپورهایی هستند که اینا به داخل یک ساختمان خریطه مانند به نام اسپرانجیوم قرار دارن و اینا توسط یک رشته مشخص به نام اسپرانجیوفور حمل می گردن. و این نوع اسپور البته در فنگس های زیگومایسیت تولید میشن. زیگومایسیت ها اسپورهای غیر جنسیشان به شکل اسپرانجیوسپور ها می باشن. دیگه فیالوکونیدیا یا یا کونیدیوسپور ببخشن. فیالوکونیدیا یا کونیدیوسپور قبلا هم گفتیم که یک تعداد کونیدیا ها هست که نا توسط حجرات مشخص تولید کننده اسپور به وجود میاد. بنان امی فیالوکونیدیا ها یا کونیدیوسپور ها اسپور ها هستند که توسط حجرات مشخص تولید کننده اسپور به نام فیالید تولید میشن. شما ببینید در تصویر اینا فیالید هستند و این ساختمان های مدور اینا اسپور هستند. سیس بنان فیالوکونیدیا یا کونیدیوسپور ها اسپور ها هستند که توسط حجرات مشخص تولید کننده اسپور به نام فیالید تولید میشن. این ساختمان در پنسیلیوم ها دیده میشه مثل جاروب و این ساختمان در اسپرجلوس دیده میشه. در اسپرجلوس هم ببینید این قسمت اینا فیالید هستن و این ساختمان های مدوره که از فیالید آزاد شده اینا کونیدیا ها هستن. بنان امور رشته که این فیالید ها را حمل میکنن اونا را به نام کونیدیوفور یاد میشه. کونیدیوفور. خب حالی میم سر اسپورهای جنسی. اسپورهای جنسی چون در اثر پروسه میوزیس به وجود می آید اینا رو به نام میوسپور هم یاد میکنن. اسپورهای غیر جنسی به نام میتوسپور یاد میشد و اسپورهای جنسی به نام میوسپور یاد میشه. بنان وقتی ما شما اسپور جنسی میگیم واضح است که ایجا باید یک القا یا یک آمیزش وجود داشته باشه که در ایجا چی میشن؟ دو حجره فنگسی قابل آمیزش با هم چی میشن؟ با هم مدغم میشن. در قدم اول سایتوپلازمشان مشترک میشه، یعنی دو حجره با هم یک جا میشن و یک حجره دایکاریوتیک یعنی دو هستوی را تشکیل میده. نظر به این که سایتوپلازم شریک میشه، دو هسته مجزا به داخل یک سایتوپلازم قرار میگیری را به نام دایکاریوتیک هم یاد میکنه. بنابراین همین پروسه مدغم شدن سایتوپلازم دو حجره را به نام پلازموگامی یاد میکنه. بعد از او چی میشن؟ این دو هسته که به داخل سایتوپلازم قرار داره اینا با هم مدغم میشن و این پروسه مدغم شدن هسته ها را به نام کاریوگامی یاد میکنه. بنابراین دو حجره قابل آمیزش با هم اول سایتوپلازمشان شریک میشه، بعدا هسته هایشان با هم شریک میشه. و این هم ما شما گفتیم که حجرات فنگسی به شکل هپلوید است. بنابراین وقتی دو حجره با هم یک جا شوند یک حجره دیپلوید میسازند. چرا؟ هر کروموزوم از هر سیت از جنها توسط یک حجره وقت آورده میشه، وقت دو حجره با هم یک جا شوه اینا چی میشن؟ به شکل حجره دیپلوید تبدیل میشن. بعد این حجره دیپلوید از طریق میوزز به چهار حجره هپلوید باز تبدیل میشه. خب نقش خود اسپورهای جنسی رو گفتیم در ایست که اینا باعث به وجود آمدن استرینهای جدید فنگسی میشه یا فنگسایی را به وجود میاره که اینا متفاوت از حجرات والدینشان است یا از او حجرات هستند که اینا به وجود آمده. چرا؟ چون در ایجه یک کراس اوور صورت میگیره. شما ببینین در ایجه کروموزوم به رنگ آبی نشان داده شده و در ایجه کروموزوم کلن به رنگ سرخ نشان داده شده، ولی نظر به ای که در ایجه کراس اوور صورت میگیره یعنی تبادل صورت میگیره، یک قسمت از بازوی یک کروموزوم به دیگه میره و از او به این میره، بنان ببینیم که شما ایجه یک نسل به وجود آمده که متفاوت از نسلهای اولیشان است. خب سه نوع اسپور جنسی ما شما داریم. یکی اسکوسپور است، دوم بازیدیوسپور است و سوم زیگوسپور است. اسپورهای جنسی ممکن به داخل ساختمان ها قرار داشته باشند و در تحت میکروسکوپ دیده شوند و یا هم ممکن اینا به شکل آزاد در بالای ساختمان ها اینا قابل مشاهده باشند.
خب اول سپور جنسی که در مورد جگب میزنیم او اسکوسپور است. اسکوسپور اینا اسپورهایی هستند که به داخل ساختمان میله مانند به نام اسکس تشکیل میشن. ببینید این ساختمان به نام اسکس یاد میشه و تعداد سپورها به داخل یک اسکس از 4 الی 8 عدد میباشه. چرا؟ اگر دو حجره با هم آمیزش بکنن مدغم شوند و یک زایگوت دو حجروی را ببخشن زایگوت دیپلوید تشکیل بتن، بنان ازیجا 4 حجره به وجود میاد یا 4 سپور جنسی به وجود میاد. ولی اگر همزمان 4 حجره یعنی دو حجره با هم مدغم شوند و امو میوزیز اجرا شود، در اینجا باز چی میشن؟ 8 سپور به داخل ساختمان اسکس تشکل میکنن. دیگه بازیدیوسپور است. بازیدیوسپور اینا سپورهای هستند که بالای ساختمان مشخص به نام بازیدیوم تشکل میکنند. ببینید در اینجا ای یک حجره هپلوید است، این حجره هپلوید دیگر است. وقتی این دو حجره هپلوید با هم یک جا میشن یک حجره دیپلوید میسازند یا یک حجره دایکاریوتیک که فعلا دو هسته هستند، ولی دو هسته بعدا مدغم میشن با یک زایگوت یا یک حجره دیپلوید تبدیل میشن. بعدا از طریق میوزیز ای حجره دیپلوید به 4 هسته تبدیل میشه و ای 4 هسته توسط مقدار مشخص سایتوپلازم احاطه میشه و به شکل 4 سپور مجزا اینا در میآیند. بنابراین در بازیدیو سپور سپورها به شکل 4 عدد می باشند که بالای ساختمان مشخص به نام بازیدیوم قرار می داشته باشند. اینا بازیدیو سپور هستند و اینا بازیدیوم هستند. بعدا هر سپور با مساعد شدن شرایط دوباره جوانه می زنند و رشته جدید به وجود میارن. خب سپور دیگه جنسی به نام زیگو سپور یاد می شه. زیگو سپور ها در زیگو میسیت ها رشته های قابل آمیزش یا حجرات قابل آمیزش به طرف یکی دیگر طول میکشن و بعد از اون چی میشن؟ بعد از آن حجرات قابل آمیزش از طریق پلازموگامی اول سایتوپلازمشون مشترک میشن، بعدا کاریوگامی صورت میگیره و هسته هاشون با هم مشترک میشن و یک زایگوت دو ان میسازن. بعدا از اثر پروسه میوزز چی میشن؟ اینا به هسته های هاپلوید یا هسته هایی که دارای یک سیت از جنها میباشن تبدیل میشن. خب تفاوت زیگوسپور با اسکوسپور و بازیدیوسپور چی است که در اوج سپورها به صورت واضح و مشخص دیده میشه، اما در زیگوسپورها سپورها به داخل ساختمان به اصطلاح زخیم احاطه شدن که به صورت واضح معلوم نمیشن، ولی وقت شرایط مساعد میشه بسیار به صورت سریع به صورت تیزتر اینا چی میشن؟ این سپورها آزاد میشن و هر کدام از اینا رشته جدید تشکیل میکنن. خب یک مورد دیگه که سپورهای جنسی در اوج زیاد اهمیت داره او در تصنیف بندی فنگس هاست. خب قبلا فنگس ها رو به اساس ساختمان رشته تقسیم بندی میکردن، ولی بعدا دیدن که اقدر جامع نیست. بنابراین چی کردن؟ تصنیف بندی جدید به اساس ساختمان سپورهای جنسیشان هستن. یعنی ما شما اگر در مورد فنگس ها در مورد گروپ های فنگسی گپ بزنیم، ما شما سه گروپ از فنگس ها رو داریم. یکی اسکو مایسیت هاست، بازیدیو مایسیت هاست و زیگو مایسیت هاست و ما شما سه نوع سپورهای جنسی را هم داشتیم. بنابراین سپور جنسی را در هر فنگسی که دیدن او را در امو گروپ قرار میدن. یعنی اسکو سپورها در اسکو مایسیت ها دیده میشه، زیگو سپور در زیگو مایسیت ها دیده میشه و بازیدیو سپور در بازیدو مایسیت ها دیده میشه. یعنی تصنیف بندی فنگس ها به اساس نوع سپور جنسیشان صورت میگیره، ولی در تشخیص فنگس ها سپورهای غیر جنسی خیلی اهمیت داره. یعنی وقتی ما شما سپورهای غیر جنسی را به خوبی بتانیم بشناسیم، به اساس از اون ما میتونیم که بسیار به سادگی تشخیص بدیم که فنگس ما مربوط کدام جنس میشه. به دلیل چی؟ به دلیل از اینکه سپورهای غیر جنسی توسط ساختمان های مشخص تولید میشه.
مثلا کلمیدوسپور ما شما گفتیم که به داخل ساختمان مدور ضخیم تشکیل میشه. اسپورانجیوسپور دیدیم که به داخل ساختمان خریطه مانندی که توسط اسپورانجیوفور حمل میشه تشکیل میشه. و فیالوکونیدیا رو دیدیم که توسط حجرات مشخص تولید کننده به نام فیالی تولید میشن. بنابراین اگر ما و شما بخوایم که یک فنگس تشخیص بدیم، باید اسپورهای غیر جنسی را بسیار به صورت واضح بفهمیم. خب فنگل پروتوپلاست چی است؟ پروتوپلاست فنگسی چی است؟ ما و شما در باکتری ها هم پروتوپلاست داشتیم و پروتوپلاست عبارت از حجرات بود. البته در باکتری ها ما پروتوپلاست با او باکتری های میگفتیم که فاقد دیوار حجروی بودند. بنان در فنگس ها هم میتونه که پروتوپلاست وجود داشته باشه، یعنی فنگس هایی که فاقد دیوار حجروی باشن به نام پروتوپلاست یاد میشه، فنگل پروتوپلاست یاد میشه. خب در کدام شرایط پروتوپلاست فنگسی میتونه به وجود بیاد؟ در صورتی که اگر در محیط کشت یا در محیطی که در اوج فنگس ها رشد میکنه ترکیبات نهیه کننده دیوار حجروی وجود داشته باشه و محیط ایزوتونیک باشه، در اون صورت فنگس بدون دیوار حجروی تشکل میکنه. مثل که ما و شما در باکتری اگر در محیط کشت پنسیلین می داشتیم و محیط هم ایزوتونیک می بود، بنابراین باکتری فاقد دیوار حجروی تشکل میکرد که ما به نام پروتوپلاست یاد میکردیم. به این شکل در فنگس ها اگر در محیط ترکیبات یا مواد آنتی میکوتیک نهیه کننده دیوارشان وجود داشته باشه و محیط ایزوتونیک باشه، چرا اگر هایپوتونیک و هایپرتونیک می باشه، در او صورت یا حجره منفجر میشه و یا هم چملک میشه، شرنک میکنه و بالاخره باعث تخریب از اینا میشه. خب بنان میتونه که در فنگس ها هم پروتوپلاست تشکیل شود. تغذیه در فنگس ها به چی شکل است؟ اولی که تمام فنگس ها هتروتروف هستن، یعنی اینا به خاطر رشدشان به کاربن عضوی ضرورت دارن و تمام از اینا چی هستن؟ هوازی هستند یا نیاز به اکسیژن به خاطر رشد خودان دارن. از طرف دیگر در پی اچ که اینا میتونن رشد بکنن، البته اپتیمم پی اچ شان حدود 5.5 الی 7 است، ولی گذشته از او میتونن در پی اچ نسبتا بالاتر و پایینتر هم یک تعداد از اینا رشد بکنن، یعنی در پی اچ الکلین و اسیدیک هم رشد از اینا نسبت به باکتری ها بهتر است. خب درجه حرارتی که اینا خوش دارن یا اپتیمم تمپریچر برای از اینا، مناسب ترین درجه حرارت برای از اینا 20 الی 30 درجه سانتیگراد است. برای پوپنک ها مناسب ترین درجه حرارت 20 الی 25 تشکیل میده و برای خمیر مایه ها 30 الی 35 درجه سانتیگراد تشکیل میده. اما در فنگس های دایمورفیک اگر ما در 20 الی 25 کلچرش میکنیم شکل پوپنک میگیره، اگر در 35 درجه اینا را الی 37 درجه با کشت میگذاریم باز در اون صورت شکل خمیر مایه را میگیره. اکثریت فنگس ها سپروفایتیک هستند یا گندیده خوار هستند، میتونن که از کاربن عضوی غیر زنده هم زیست بکنن، استفاده بکنن و تغذیه بکنن و یک تعداد از فنگس ها پارازیتیک هستن و میتونن در وجود حیوانات و نباتات هم اینا زیست بکنن. خب در شکلی که شما در روی اسکرینتون میبینین، ببینین این یک حجره فنگسی رشتوی یا پوپنک نشان میده و این یک حجره خمیرمایوی را نشان میده و این هم مواد غذایی است که در محیط وجود داره. بنابراین فنگس ها به خاطر از اینکه مواد غذاییشون را بگیرن، اول یک سلسله انزایم ها را مثل که جه انزایم N اشته کردن تولید میکنن تا چی بکنن؟ تا امی پولیمیر به مونومیرهای کوچک تجزیه بکنن. بعدا انزایم های دیگه را تولید میکنن مثل که ایج انزایم بی نشان داده شده، ای توسط خمیر مایه و ای هم توسط پوپنک، کی انزایم در انحلالیت از اینا نقش داره، یعنی اینا را به مولکول های قابل جذب تبدیل میکنه و بعدا چی میشه؟ توسط حجرات فنگسی اینا جذب میشن. خب آره، میم سر تکسانومی، کلاسیفیکیشن و نامنکلیچر یا نامگذاری فنگس ها. تکسانومی فنگس ها مثل سایر موجودات زنده دیگه است، یعنی در اینجا فنگس ها هم از دومین شروع شده، از قلمرو بعدا به کینگدام میه، کینگدام به چندین فایلم در بر داره، فایلم چندین کلاس، کلاس آردر، آردر چندین فاملی رو و جنس و بالاخره جنس دارای چندین نو و نو دارای چندین ورایتی می باشه. خب ایره هم و شما میفهمیم که فایلم یک پسوند مشخص مایکوتا را داره در مایکولوژی. در کیس فنگس ها فایلم یک پسوند مایکوتا را می داشته باشه، کلاس مایسیتس، اردر الیس و فامیل اسی
و جنس و نوع و ورایته اینا کدام پسوند یا پیشوند مشخص نداره. مثلا ما شما اگر ایج ما یک مثال برتان آوردیم، اول خود دومین در ما شما گفتیم که فنگس ها در دومین یوکاریوتا قرار میگیره، کینگدمشان فنجای است چون اینا عالم هستن، فایلم مثلا اسکو مایکوتاس، آردرشان مایکرو اسکالیس، فامیل مایکرو اسکاسی، جنسشان مایکرو اسکس، نوش مایکرو اسکس سینرو، بنان این نو است. خب در تصنیف بندی یا کلاسیفیکیشن گفتیم که سپور های جنسی زیاد نقش عمده داره، که در اوج گفتیم نظر به یک سپور جنسی در فنگس چی است، به اساس از او اینا رو نامگذاری میکنم. مثلا گفتیم اسکوسپور ها در اسکومایسیت هاست، زیگوسپور در زیگومایسیت هاست و بزیدوسپور در بزیدومایسیت هاست. نامگذاریشان امون نامگذاری دوگانه است، یعنی نام یک فنگس از جنس و نوع تشکیل شده که نام همیشه با حرف بزرگ شروع میشه و نام جنس با حرف بزرگ شروع میشه و نو با حرف کوچک شروع میشه. و همیشه وقت شما اگر با کامپیوتر نوشته میکنین یا تایپ میکنین، اوجه باید نام علمی به شکل ایتالیک نوشته شود، و اگر قلمی نوشته میکنین بهتر است که نام علمی اندرلاین شود. و یک موضوع دیگه که در قسمت نامگذاری امراض فنگسی است، امراض فنگسی به سه شکل نامگذاری میشه، یا نامگذاری مرض به اساس عامل است، یا به اساس امو محل آناتومیکی که در اوج مرض فنگسی تشکیل شده، و یا هم به شکل مختلط از عامل و محل است. مثلا به اساس نام عامل، اگر عامل کاندیدا تشکیل میده مرضش کاندیدیازیس است. به اساس محل، مثلا اونیکومایکوزیس، آفت فنگسی ناخون به نام اونیکومایکوزیس زیاد میشه، و به صورت مختلط مثلا به اساس نام عامل و خود محل که در اوج تولید مرض شده، مثلا پولمونری اسپرجیلوزیس. ببینین پولمونر چون ریاسیب دیده و عامل چون اسپرجیلوز تشکیل میکنه، این را به نام پولمونری اسپرجیلوزیس یاد میکنه. خب این بود درس سیوم مضمون مایکولوژی تیبی ما و شما. تا درس بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم. خدا حافظ همه.